کارشناس امنیت ملی به ما پیوسته. انتظارهای دموکرات‌ها دیگه داره به پایان میرسه. شب آخر و شب مهم و شب اصلی است و خانم کاملا هریس قرار سخنرانی بکنه. انتظارها از او گمان میکنم خیلی بالاست، چون سخنرانان قبلی بسیار شیوا و رسا صحبت کردن در این چند روز گذشته. با درود به شما و مردم عزیز ایران، بله کاملا این گونه هست. خانم هریس به عنوان دومین بانویی که در حزب دموکرات تونسته به نمایندگی حزب برای مقام ریاست جمهوری برسه، وظیفه مهمی رو به عهده داره امشب. امشب تا اونجایی که من میدونم ایشون قراره که در مورد سه موضوع محوری صحبت بکنه. یک، اینکه خودش رو معرفی بکنه که چگونه یک دختری بود که در یک خانواده با یک مادر تنها زندگی کرده و از زندگی در قشر متوسط جامعه صحبت بکنه و اینکه با خوشی‌ها و ناخوشی‌های قشر متوسط زندگی کردن چه به دست آورده و چه یاد گرفته. دوم، در مورد اینه که چرا ایشون رفته دادستان شده، چه در برای دفاع کردن از اون زنانی که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتن، چه اونهایی که منازلشون رو به خاطر زیاده خواهی های بانک ها از دست دادن، و اینکه چرا سعی کرده که به دفاع از مردم بپردازه. و سوم، یک مقایسه دقیق و عمده‌ای با آقای ترامپ داشته باشه که بگه ترامپ چرا برای امریکا و جهان خطرناک هست، به این جهت که آقای ترامپ اون برنامه پلن 2025 رو دارن که محوریت زندگی رو بر اساس فقط اون چیزی که محافظه‌کاران میپذیرن قبول داره و برای تعامل امریکا با دنیا بسیار خطرناک هست. حول این سه محور میخواد صحبت بکنه و من فکر میکنم در این سخنرانی باید ایشون بتونه اون خود اصلی خودش رو معرفی بکنه تا مردم دقیقا بدونن به کی میخوان رأی بدن. در همایش ملی حزب جمهوری خواه آقای ترامپ نام زیادی از رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن که اون موقع نامزد اصلی حزب بود نبرد. فکر میکنید امشب خانم هریس چقدر، چه بخشی، چه مقداری از حجم سخنرانیش رو متوجه حمله به آقای ترامپ خواهد کرد؟ من فکر میکنم بخش بسیار کوتاهی، فقط اونجایی که میخواد یک مقایسه ای انجام بده با اینه که برنامه دموکرات ها چیست و برنامه حزب جمهوری خواه و نامزد حزب جمهوری خواه که در حقیقت حزب رو در دست خودش گرفته میخواد نشون بده. و من فکر میکنم که خانم کاملا هریس زیاد حتی از اسم آقای ترامپ استفاده نکنه. من فقط فکر میکنم ایشون بسنده بکنه به این که بگه رقیب انتخاباتی من، یعنی در حقیقت میخواد به ترامپ این دست برتر رو نده که ترامپ بعدن بیاد ایراد بگیره بگه که اینها انقدر از من میترسن که مدام اسم منو تکرار میکنن. و من فکر میکنم که امشب سخنرانی ایشون علارغم اینکه به مانند سخنوران بسیار ورزیده مثل آقای اوباما و آقای کلینتون نخواهد بود، ولی در زمینه معرفی خودش و مقایسه با آقای ترامپ فکر میکنم که بتونه نقش بسزایی داشته باشه. بیننده هایی که برنامه ما رو در چند روز گذشته دنبال کردن میدونن که بخش قابل توجه از این همایش تحت شعاع تظاهراتی قرار گرفته که در بیرون از محل این همایش در جریان هست برای جنگ در غزه. یک گروهی هم دو روزی هستش که بس نشستن و گفتن تا نهاد حزب دموکرات اجازه نده که یک فلسطینی تبار اینجا سخنرانی بکنه به بستشون ادامه خواهند داد. آیا فکر میکنید که خانم هریس در سخنرانی امشبش به موضوع جنگ اسرائیل و حماس خواهد پرداخت یا ازش دوری میکنه؟ فکر میکنم 100% بپردازه، برای اینکه ببینید این یک نقش کلیدی است. اگر که میخوان ایالت میشیگان رو برنده بشن و اون دیوار آبی رو به اصطلاح ایالت‌های پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین هست که در یک ردیف نقشه امریکا قرار گرفته تسخیر بکنن، باید بتونه با امریکایی‌های عرب تبار که رأی خودشون رو گره زدن به سیاست حزب دموکرات در مورد مسئله غزه و حماس، باید بتونه با اونها صحبت بکنه. علارغم اینکه اونها خواستن که بیان اینجا بتونن صحبت بکنن و این اجازه رو پیدا نخواهند کرد، اما من فکر میکنم خانم کاملا هریس یک اشاره مستقیمی به این مسئله بکنه که حداقل بتونه نشون بده که من این موضوع رو و عمق فاجعه رو درک میکنم و یک برنامه‌ای برای مقابله باهاش دارم. ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی اینجا در همایش ملی حزب دموکرات در آخرین روزش در شیکاگو.